روز 73 نقل مکان گفتگو فرزاد ممکن است به من کمک کنی تا وسایلم را داخل ماشین بگذارم؟ سپند کدام ماشین؟ ماشین همسرم کدام یکی از اینها است؟ آن ماشین آبی جلوی هوندا کدام یکی را اول بردارم؟ آن صندلی که آنجا است اما لطفاً دقت کن آن یک هدیه از طرف مادر همسرم است نگران نباش من آن را نخواهم انداخت او واقعا سنگین است من فکر نمی کنم بتوانم تنهایی آن را جابجا کنم اجازه بده من کمکت کنم نمی خواهم کمرت آسیب ببیند این وسایل را کجا می خواهید ببرید؟ من به تو زنگ نزدم؟ ما داریم به شیراز می رویم. اکنون دارید نقل مکان می کنید؟ من فکر می کردم تو گفتی ماه آینده می روید. لطیفه روزی ملا نصرالدین به دنبال جنازه یک مرد ثروتمند می رفت و با صدای بلند گریه می کرد یکی به او دلداری داد و گفت او چه نسبتی با شما داشت ملا جواب داد هیچ علت گریه من هم همین است جمله های رایج خانه من حیات بزرگی دارد ما در یک خانه سه طبقه زندگی می کنیم تمام خانه موکت است کف آشپزخانه کاشی است به دیوارها کاغذ دیواری زده اند ما اتاق زیر شیروانی بزرگی داریم شعر هر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش من به هر جمعیتی نالان شدم جفت بدحالان و خوشحالان شدم مولانا کلمه روز مجرم مجرم معنی مثال پلیس مجرم را دستگیر کرد و به زندان انداخت ضرب المثل مثل کبک سرش را زیر برف می کند این ضرب المثل در مورد کسانی به کار می رود که چون عیبهای خود را نمی بینند و تشخیص نمی دهند تصور می کنند که دیگران هم آن معایب را نمی بینند و از آن بی اطلاع هستند ماستش را کیسه کرد
این اصطلاح به معنی ترسیدن از تهدید کسی کوتاه آمدن و یا دست از کار خود برداشتن است. گفتگو: سامان، سلام، چطوری؟ بالاخره خانه‌ای پیدا کردی؟ تیام: سلام، آره، یک خانه خوب در مرکز شهر پیدا کرده ام. چه خوب، خانه‌ات چطوری است؟ سه خوابه است با یک حیاط بزرگ. خیلی خوب است. باغچه هم دارد؟ البته چند باغچه کوچک دارد. با همسرم تصمیم داریم در آنها گل بکاریم. کی جابجا می شوید؟ آخر هفته. اصطلاح روز: حادثه خبر نمی کند. معنی: همیشه باید از اتفاقات بد پیشگیری کرد. خواندن: ارگ کریم خان در مرکز شهر شیراز واقع شده است. تاریخ ساخت آن مربوط به دوران زندیه است. چون کریم خان زند در این محل زندگی می کرده، به این نام شهرت یافته است. در دوران سلطنت پهلوی این ارگ به زندان تبدیل شد و خسارت‌های زیادی به آن وارد شد. اکنون این ارگ به موزه تبدیل شده است. کریم خان زند برای ساخت این ارگ از بهترین معماران زمان خود استفاده کرده است و همچنین بهترین مصالح را برای ساخت آن از داخل و خارج کشور به کار برد. بنای ارگ کریم خان ترکیبی از دو سبک معماری مسکونی و نظامی است. کلمات جدید: نقل مکان، جنازه، خوشبین، رابطه داشتن، دلداری دادن، اصل، دستاورد، جستن، دفاع کردن، رایحه، راضی کردن، وصل کردن، نالان، جفت، راه یافتن، کبک، عیب، تشخیص دادن، معایب، بی اطلاع، جا خوردن، مسکونی، دستکاری کردن، ترسیدن، تهدید، حادثه، اتفاقات، دربر گرفتن، پیشگیری، خسارت، مصالح، سبک،
نظامی